آغاز جراحی اقتصادی با حذف دلار 4200 تومانی. والا تو این پوستری که منتشر شده بیشتر میخوره که دکتر پرپکان و وزیرش مشغول ختنه کردن اقتصاد باشن، اونم از بیخ. دیگه کم کم به جای وزیر باید دنبال خواجه حرمسرا باشیم واسه وزارت اقتصاد. اون چیزی که در دولت آقای خاتمی اصلاح بود و نکردیم، رفت در دولت آقای روحانی شد اصلاحات دردناک، الان تو دولت آقای رئیسی تبدیل شده به جراحی. نکنید به قطع عضو میانجامید. عضو؟ کدوم عضو؟ قلب و کلیه و مغز و کبد و معده و روده و اعما و احشا و خلاصه هرچی عضو حیاتی داشته رو که اهدا کردیم به چین و روسیه. به جز اون عضو فرزندآوریش مگه چیز دیگه هم مونده؟ یه اقتصاد بیمار برای که درمان بشه جراحی میخواد. بله، ولی جراحی رو میدم پزشک متخصص انجام بده، نه یه شیش کلاس سواد که بعد جراحی نصف اتاق عمل رو جا بذاره تو شکم مریض. من مطمئنم اینا از عمل جراحی فقط قسمت پاره کردنشو بلدن، دیگه دوخت و دوست تو کارشون نیست. ما در این دولت تصمیم جدی به اصلاحات بزرگ و جراحی‌های عمیقی داریم. نه 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 جان هفت جد آباد تو نه، من جای اقتصاد باشم حاضرم با گوز جو بایدن شیمی درمانیم کنن، ولی تو عملم نکنی. این جراحی کردنش هم اگه مثل عملیات‌های فریبش تو جنگ باشه که مریض واسه پیوند قلب میبره اتاق عمل ولی آخرش بواسیرشو در میاره. مسئله بازاریابی و مخصوصاً برندینگ داشتن کالاهای ایرانی در دنیا جزء مراحل بعدی و گام‌های بعدی اصلاحات تجاری است که ما در ایران دنبال می‌کنیم. والا تنها کالای ایرانی که الان میشه روی برندینگ جهانیش حساب کرد همین جنسی که شما میزنید و میرید بعدش سخنرانی و چرندینگ. آدرس پارکتون رو بدیم به خدا کل دنیا هجوم میارن واسه خرید. ما راهی جز کارهای بزرگ نداریم. دیگه کار بزرگتر از این؟ ماشاءالله تپم گذشته داره همقدر قله اورست میشه. راهی جز برداشتن گامهای بزرگ نداریم. فقط مراقب خشتکتون باشین لطفا. برداشتن گامهای بزرگ مثل ول دادن گوزهای بزرگ نیست که عواقب خاصی نداشته باشه و فقط کسایی که کنارتونن اذیت شن. اما مردم مطمئن باشن، این چیزی که من میخوام عرض بکنم این جدی باشه که بی هیچ وجه ما خودمون رو کنار از مردم نمیدونیم. نه اونو که مردم مطمئن نه، ماشاءالله وزنتون اونقدر سنگین هست که ملت تفاوت کسی که روشون افتاده رو با اون که کنارشون وایساده رو حس کنن.